سلام به همه شما عزیزان. خدا رو شکر، خدا رو شکر، ما بعد از 2 سال اینکه به خاطر کرونا نمیتونستیم دور هم دیگه جمع بشیم و خیلی سخت بود برای ما، از راه دور با اون چیزایی که دیدید شروع کردیم به پرستش خدا. ولی پیغام ما توی این 2 سال گذشته این بود که هیچ چیزی نمیتونه پرستش رو متوقف کنه، ولی الان خداوند دوباره به ما فیض داده، کنار هم هستیم، با هم هستیم و داریم خدا رو با این عزیزان دل خداوند پرستش میکنیم. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه میتونیم مهمان خانه های شما، مهمان کلیسه های شما، مهمان خلوت های شما با خداوند بشیم. ما میخوایم توی این فصل جدید زمانی برای پرستش روی یک موضوع جدی بریم جلو و اون موضوع برگشتن به ریشه و پایه اصلی و دلایل اصلی پرستش ما نسبت به خداست. خیلی وقتا پرستش های ما، مشوق پرستش های ما، دلیل این که ما خدا رو پرستش میکنیم بیشتر وقتا احساسات ماست. احساسات ماست که ما رو به سمت پرستش خدا میکشونه، مود ماست که ما رو به سمت پرستش خدا میکشونه، یا بعضی وقتا معجزات خدا در زندگی ما، دیدن عمل دستان خدا در زندگی ما، ما رو به پرستش میکشونه. که همه اینا خوبه، من نمیخوام بگم اینا بد هست، ولی میخوام ما یه مقدار عمیق‌تر بشیم. احساسات ما هر روز یه جور نیست، مود ما هر روز یه جور نیست. هر روز ما معجزات تو زندگیمون نمیبینیم، هر روز ما از سرزمین خوشحالی ها رد نمیشیم. خیلی از ماها تو 2 سال گذشته از دردها، از مصیبتها، از دست دادنها، از تلخیها، از هزاران سوال گذشتیم، از اشکها گذشتیم. ها؟ ولی چه چیزی ما رو تو این وادی در پرستش خدا استوار نگه میداره؟ ما میخوایم تو این فصل به این نگاه کنیم که چه چیزی ما رو در وادی پرستش استوار نگه میداره. من میخوام یه قسمتی رو از کلام خدا برای شما بخونم. یوحنا باب 4 قسمت بسیار معروفی هست، اونجایی که زن سامری با عیسی وارد مکالمه میشه. به عیسی میگه ما توی این کوه پرستش میکنیم، شما توی اورشلیم پرستش میکنید، و عیسی یک دلیل زیبا برای پرستیدن به این زن میده. عیسی گفت ای زن باور کن، زمانی فرا خواهد رسید که پدر را نه در این کوه پرستش خواهید کرد نه در اورشلیم. شما آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را میشناسیم میپرستیم. عیسی دلیل زیبای پرستش رو اینجا به این زن میگه و اون شناخت است. ما خدا رو میشناسیم و او رو میپرستیم. و بعد جلوتر میگه زمانی فرا میرسد که پدر پرستندگان راستین رو دنبالش است، و این پرستندگان راستین پدر رو در روح و راستی، در حقیقت پرستش خواهند کرد. و اولین حقیقت که ما امروز میخوایم این زمان پرستش رو روی اون بنا بکنیم، کلام خداست. اولین راستی، اولین دلیل و اولین پایه پرستش، اولین فوندانسیون پرستش کلام خداست. کلامی که هرگز عوض نمیشه، کلامی که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، کلامی که خلق کرد، کلامی که گفت و شد، کلامی که در زندگی من و تو میگه و میشه، کلامی که برای راه‌های ما چراغه و برای پای‌های ما نوره، کلامی که حقیقتی است که زندگی ما را عوض میکنه. این پایه و اساس پرستش‌های ماست. هیچ چیز نمیتونه اینو عوض کنه. نه احساسات ما میتونه اینو عوض کنه، نه مود ما، نه کرونا، نه درد، نه مرگ، نه هیچ چیز، هیچ چیز نمیتونه این حقیقت رو عوض بکنه. و این حقیقت ما رو خونده تا او رو پرستش بکنیم. من میخوام یه آیه از کلام خدا بخونم و شروع کنیم به خوندن سرودها. مزمور 119 آیه 105 میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نوره. من نمیدونم امروز من و تو داریم از چه سرزمینی رد میشیم که نیاز داریم ببینیم که داریم کجا میریم، ولی کلام او برای پاهای تو چراغ و برای راه‌های تو نوره. آمین. پس میخوایم احیا کنیم اون مذبح‌های حقیقی پرستشمون رو.
میخوایم احیا کنیم روی حقیقت کلام خدا، روی حقیقت زنده تغییر ناپذیر کلام خدا، و با همون رو بستاییم. آمین.
بحر راهایم امید و نور. آمین. کلام تو برای راه‌های من چراغ است. من میخوام یک قسمت بسیار زیبای دیگر رو بخونم که درباره کلام خداست. وقتی که یوشع به عنوان یک رهبر بعد از موسی انتخاب میشه و خدا میخواد بهش یک استراتژی بده که چطور مرد موفقی باشی، چطور رهبر موفقی باشی، و استراتژی خدا برای یوشع این هست: فقط دلیر و بسیار قوی باش، دقت کن تو مطابق تمام شریعت، تمام کلامی که خادم من موسی تو را بدان حکم کرده است عمل نمایی، مطابق کلام خدا عمل نمایی، از آن به چپ یا راست منحرف مشو تا به هر جای که می روی کامیاب گردی. شما می خواهید به هر جای که می روید کامیاب گردید؟ میگه از کلام من به راست یا چپ منحرف نشو. این کتاب تورات را از دهان خود دور مکن. تو مکالمات ما چقدر مهمه کلام خدا در دهان ماست، و روز و شب در آن تأمل کن. خدا داره به رهبرش میگه چطور میتونی کامیاب بشی. روز و شب در آن تأمل کن تو مطابق هر آنچه در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی، آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم قوی و دلیر باش؟ مترس و هراسان نباش، زیرا هر جا بروی یهوه خدایت با توست. وقتی تمام زندگی ما پر از کلام خدا باشه، هر جا بریم یهوه خدای ما با ماست و ما کامیاب خواهیم شد. آمین. شکر. کلامت زنده و زرین و زیبا، کلامت برتر از گنج و گوهرها، کلامت ره گشای راه تاریک، کلامت مرهم هر درد و غمها، کلامت ره گشای راه تاریک، کلامت مرهم هر درد و غم ها، کلام تو همیشه پایدار است، شفت زائل زمین و آسمان ها، کلامت زنده سازد روح و جانم، طریقت شاد سازد ذهن و دل را، کلامت زنده سازد روح و جانم، طریقت شاد سازد ذهن و دل را، کلامت زنده و زرین و زیبا، کلامت برتر از گنج و گوهرها، مبارک باد مسیحا آن کلامت، بپاشم بزرهان را من به هر جا، مبارک با مسیحا آن کلامت، بپاشم بزرهان را من به هر جا. تنگی و ظلمت بیاید، کلامت نور باشد بس و قیدا، به دل مخفی نمایم به خدا را، که نورش در تو گردد آشکارا، به دل مخفی نمایم به خدا را، که نورش در تو گردد آشکارا. به چه سازد جوان راهش همی پاک، به انجام کلامت ای خدایا، به من آموز همه سر کلامت، ز
عکس اعمال عجیبت پرده بکشا، به من آموز همه سر کلامت، ز اعمال عجیبت پرده بکشا. کلامت زنده و زرین و زیبا، کلامت برتر از گنج و گوهرها، مبارک با مسیحا آن کلامت، بپاشم بزم آن را من به هر جا، مبارک با مسیحا آن کلامت، بپاشم بزم آن را من به هر جا. کلامت زنده و زرین و زیبا، کلامت برتر از گنج و گوهرها، مبارک باد مسیحا آن کلامت، بپاشم بزم آن را من به هر جا. مبارک باد مسیحا آن کلامت، بپاشم بزم آن را من به هر جا. خداوند دعا میکنیم با کلام تو زندگی ما پر بشه. خداوند دعا میکنیم از عمقهای خودت با ما سخن بگی خداوند، از اعماق وجودت با ما سخن بگو خداوند، از اعماق کلامت. اجازه بده خداوند که کلام تو زندگی ما رو پر بکنه. اجازه بده حقیقت به جای تمام دروغهایی که دنیا میخواد زندگی ما رو با اون بپوشونه، حقیقت زندگی ما رو پر بکنه. خداوندا اجازه بده مکاشفه ی کلام تو به زندگی ما معنی ببخشه، همون مکاشفه که گفت و هستی خلق شد، همون مکاشفه که در عیسی مسیح بر ما آشکار شد. خداوند اجازه بده از طریق کلامت بر زندگی ما آشکار بشه خداوندا، به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. از عمق‌های وجود خود تو با ما سخن بگو، از عمق‌های وجود خود تو با ما پدر بری ذاتش آسمانی را تو بر ما بریز، بری ذاتش Hey, hey.
آسمانی، برمز بهای ما بریز آتش آسمانی، خداوند ما رو تشویق کن، ما رو برای احیا و بنای این مذبح تشویق کن. خداوند کمکمون بکن که ما پرستشمون رو روی یک حقیقت بنا بکنیم، حقیقتی تغییر ناپذیر. خداوند دعا میکنم واقعا به ما یک کلام بگو، یک کلامی که به ما یک زندگی ببخشه. دعا میکنم تو این روزها که دارید کتاب مقدساتون رو میخونید، واقعا دعا میکنم خداوند به شما مکاشفه هایی بده که این مکاشفه ها به شما حیات و زندگی ببخشه، این مکاشفه ها به شما حیات و زندگی ببخشه. آمین. کلام میگو که بخشد زندگی از آسمون، هستی بخش و غنی، نوری از این ظلمتم محو کند، روح حیات مردگان برخیزند. مشتاق هستم بشنوم صدایت، کلام قدوست پیام شیرین، کلامش به دل مشتاقم جوابی ده، به درد دلهایم مشتاق هستم بشنوم صدایت، کلام قدوست پیام شیرینت، مشتاق هستم Thank you.
آور و بس سرودی چون خدا را جلال باد کلامی گو تا خاموش نشوم مشتاق هستم بشنوم صدایت کلام قدوست پیام شیرین هاللویا خداوند ما مشتاق هستیم که تو با ما صحبت بکنی. من میخوام یه آیه دیگه بخونم و بعد سرود بعدیمون رو با هم دیگه بخونیم. اینا همه آیه های میدونید هدف ما توی این فصل بیشتر اینه که بریم به سمت اون حقیقتی که ما میتونیم روش حتی اگه درد باشه، حتی اگه سرود نباشه، حتی اگه موسیقی نباشه، حتی اگه هیچی نباشه، ما وسط بیابون باشیم، ولی اون حقیقت ما رو پرستنده و زنده و پر از حیات و پر از میوه نگه میداره. من میخوام از مزمور 1 برای شما بخونم. مزمور 1 در حقیقت میاد شروع تمام مزامیره، میاد دو تا دسته رو با هم مقایسه میکنه، پارسا و شریر. میگه پارسا کسی که در کلام خدا داره ریشه میده و شریر کسی که ریشه هاش در کلام خدا داره از دست میره و داره این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. من و شما هم میتونیم پارسا باشیم هم شریر، اگه ریشه هامون در کلام خدا کمتر و کمتر و کمتر بشه به سمت گناه و شرارت میریم. میگه خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند، در راه گناهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند. خوشا به حال کسی که ریشه هاش رو از دست نده، بلکه رغبتش در شریعت یا همون کلام خداوند باشد و شبان روز در کلام او در شریعت او تأمل کند. کسی که رغبتش در کلام خداست و در اون فکر میکنه، ببینید چه میگه، مثل چی میمونه. میگه او به سان درختی است نشانده شده کنار جویبار. درخت برای زندگی فقط به یه چیز نیاز داره و اونم آب هست و البته نور خورشید. آب هست. خب آب وقتی یه درخت دیگه از چی از این بهتر که درخت رو بکاری کنار یه نهر. او به سان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش را در موسمش آرد به بار. این درخت امکان نداره میوه نیاره. من و شما اگه در کلام خدا زندگی کنیم، امکان نداره میوه پرستش از زندگی ما بیرون نیاد. پرستش هم فقط سرود خوندن نیست، ها؟ روش زندگی ماست، میوه روش زندگی ما که میوه خیش در موسمش آرد به باد و برگش نیز پژمرده نشود و هر آنچه کند، در هر آنچه کند کامیابد. در هر آنچه کند کامیابد. واو. من نمیدونم از این دیگه عجیبتر و زیباتر ما میتونیم یک وعده رو داشته باشیم یا نه. ریشه های ما کجاست؟ خداوند دعا میکنیم ما را عمیق و عمیق و عمیقتر بکن در وعده های کلامت. آمین. عمیق‌تر مرا ببر به عمق‌ها
Amir-tar, kami Amir-tar.